رفراندوم یکی از دو ایده اصلی اپوزیسیون است. ایده‌ای که برخلاف ظاهر صلح جویانش یک ایده ویرانگر و انحطاطی است. در ذهن باورمندانش خیابان، مداخله خارجی، اصلاحات ساختاری و جنگ و غیره امکان پذیر نیست. پس در امتناع هر گونه تغییر فقط باید بحرانزایی و بن‌بست سازی کرد. معتقدند که اگر مخالفان نمی توانند، حکومت هم نباید بتواند امور عادی را انجام دهد. شاید در امتناع همه چیز امکانی برای گفتگو، توافق و تأسیس باشد. این ایده بر همه ناتوانی استوار شده است. یعنی بن‌بست عقلانیت می آورد، اما تعارض جدی وجود دارد. حکومت رفراندوم پذیر اصلاح پذیر است. اگر قدرت غیر پاسخگو و اصلاح ناپذیر بتواند مسئله ها و ضرورت هایش را بشناسد، دیگر نیازی به رفراندوم نیست، چون پذیرش رفراندوم واقعی همان نتیجه نهایی است. رفراندوم واقعی هم که در موضوع واقعی و با وجود ناظر واقعی است، یا همان ناظر بین المللی، وگرنه در فضای غیر شفاف همیشه برگزار کننده برنده است. البته اگر همه چیز آنقدر ویران شود و راهی جز رفراندوم باقی نماند، همان رفراندوم هم باقی نمی ماند. اگر هم قدرت اصلاح پذیر باشد که نیازی به رفراندوم نیست. در واقع رفراندومگرایان ویژگی ها و منطق ساختاری این حکومت را نادیده می گیرند. حکومتی که در برابر مخالفانش و جهان پاسخگو نیست. آنها ایده ویرانگر را گلارایی و زیبا پیچی می کنند و مدعی صلحند. رزومه سیاسی ساختند و رسانه پسند. چهره هایشان سابقه اصلاح طلبی یا فعالیت در فضای مخالفت مجاز دارند. دلبسته 57 از حکومت ناامید و از استمرار وضع موجود خسته شدند. احزاب، رسانه و چهره های متنوع دارند. آنها در فقدان هر ایده پیروزی و نیروی سیاسی که در جهان جدی گرفته شود، حمایت جهانی را هم خواهند گرفت. جهان هم راضی به بسنده کردن به گزینه ایست که نیازی به کوشش و سرمایه نداشته باشد. بتوانند تظاهر به صلح دوستی و حمایت از حقوق بشر داشته باشند و چالش و مسئولیتی برایش ایجاد نکنند. گرچه بدنه اجتماعی ندارند، اما نیروی سیاسی زیادی دارند. باید رضایت و اعتماد جهانی را به دست آورند. آمادگی و انسجام نیروها و اعتبارسازی رسانه‌ای را پیش ببرند و منتظر تشدید بحران‌ها و فاجعه‌ها باشند. با شکست‌های پی در پی منفعل شده بودند، اما شکست دیگران امیدوار و فعالشان کرده است. شکست جنبش راه را برای آنها باز می‌کند. خیابان شکست خورده فرصتی برای آنهاست، چنان که از پایان جنبش سبز، انتخابات بنفش و نوع اصلاح طلبی، اصلاحات اعتدالی نرمالی بیرون آمد، تصور میکنند که پایان براندازی خواهی 96, 98, 401 به نوع براندازی قانونی گفتگویی میرسد. البته ایده اصلی در اپوزیسیون ایرانی انقلاب ملی است. به نظرم فعالان متفرق و چپگرایان هم در نهایت به یکی از دو ایده انقلاب ملی یا رفراندوم بپیوندند یا حذف شوند. ایده انقلاب ملی در مخالفت با 57 سامان یافته است و بر توانایی بسیج توده‌ای و اطمینان بخشی از آینده پیش می رود. جریان غالب در جنبش 401 گفتمان ملی‌گرایی را برای صورتبندی ایجابی مخالفتش ایجاد کرد تا از چه نمی‌خواهد به چه می‌خواهد برسد. آنها مخالفتشان را در ضدیت با کلیت ایده 57 تعریف می‌کنند. برای آنها مبارزه زمانی ارزشمند است که برای ایران، ملت ایران و آینده روشن ایران باشد. آنها 57 را در ضدیت با مدرنیته غربی، دولت ملی، ملت دولت، نظم سیاسی لیبرال و ارزش‌های آزادی می‌بینند و معتقدند تبدیل شدن به کشوری عادی مشابه کشورهایی با نظام لیبرال دموکرات ایدئال است. ملی‌گرایی فقط نمونه آزموده جهانی نیست، بلکه در ایران امروز امری زنده و قدرتمند است. آنها معتقد به انقلاب مردمی و توده‌ای‌اند، خیابانگرایند،
ملی‌گرایی را صورتبندی ایجابی می‌بینند. در گفتمان ملی برای تغییر، همه برای ایران می‌آیند، برای اقتصاد، فرهنگ و جامعه ایران می‌آیند و این می‌تواند اطمینان بخش باشد و تصویری روشن و برانگیزاننده ایجاد کند. شهروند محورند. تأکید بر ایده شهروندی را نفی تبعیض ساختاری و در برابر خودی غیر خودی بنیادین موجود و نابرابری های تاریخی و انباشته می‌بینند. ایدهشان مشابه انقلاب‌های اروپای شرقی است. نیاز به حمایت و مداخله خارجی و شانس و اقبال در رخداد به موقع امر تحمل ناپذیر و صلاح پرهیزی و شانس و اقبال حکومت دارند. ساده سازی آنها از تغییر می تواند مشکل ساز شود. تصویر دقیقی از تمامیت خواهی مدرن، جنبش خیابانی، اهمیت نیروی سیاسی و گفتمان فراگیر، حمایت اطلاعاتی و نظامی جهانی و غیره ندارند. اهل ساده سازی اند. گرانی ها، تبعیض ها و سرکوب آزادی ها اگر تحمل ناپذیر شود، فرصت هایی به آنها می دهد. اما دو گروه دیگر هم در میدان حاضرند. گروه سوم چهره‌های مدنی و رسانه‌ای نوظهورند که معتقد به جریان سازی و هدایت جریان‌هایند. در موج‌ها اقبال و همراهی زیاد دارند. معتقد به مبارزه برای مبارزند. فراخوان محورند. همیشه به مبارزه سرگرمند و به مصرف اعتراض تولید شده مردم می‌نشینند. نارضایتی، اعتراض، درد و رنج و خیابان را مصرف می کنند. به همه چیز رنگ خودشان را می زنند و شعارشان را می چسبانند. انگیزشی، احساسی و معمولاً با بزرگ نمایی و شورمندی در پی جریان سازی می روند. مبارزه برای آنها همه چیز است. حتی با دوستانشان مبارزه می کنند. ایده و برنامه ای ندارند. سیاسی نیستند. توانایی پاسخ به چالش ها را ندارند. با موج‌ها می‌آیند و زود می‌روند. اهل مسئولیت و پاسخگویی نیستند. در بلند مدت توده مردم رهایشان می‌کند و نمی‌توانند اعتماد نیروهای سیاسی را به دست آورند. برای نمایش همراهی جهانی مناسبند، ولی هیچ سیاستمداری جدیشان نمی‌گیرد. برای آنها همه چیز تصادف و اتفاق است. به نظرشان فراخوان معجزه می‌کند. از نیروهای متفرق و سرخورده یارکشی می‌کنند. هم دیگر را سریع جذب و سریع تر از آن دفع می کنند. در نهایت به گروه اول یا دوم می پیوندند. معمولاً فعال حقوق بشر می شوند. به ایران و هیچ چیز دلبسته نیستند. خود محورند. گروه چهارم چپ شورایی است. می دانند که مردم ایران از مارکسیست ها بیزارند. پس باید با نقاب ها و عنوان های دیگر فعالیت کنند. شعار و نمایش را بلدند. چون مردم با آنها نیستند، بر پیش رو بودن و متفاوت بودن تأکید می کنند. مانند گروه سوم، اهل ماجراجویی و نمایشند. رسانه دارند. صنفی‌گرایند. به نفوذ در گروه های کوچک سودجو سازماندهی می گویند. اقلیت‌گرایند. عاشق اسلحه و چریک‌بازی‌اند. در ستیز با غربند. چون مردم غرب دوست و مدرن گرایند، از ملت ایران بیزارند. آنها در ایران جایی ندارند. پس در پی تکه تکه کردن و پاره پاره کردن ایرانند. با هر جدایی و ویرانی همراهند. آنها همیشه هستند و مزاحم هر گونه خیر عمومی خواهند شد. باید نادیدشان گرفت. و البته نفوذ و حضورشان را افشا کرد و هشدار داد. به ملی‌گراها نمی پیوندند. با رفراندومگراها هم همکاری نمی کنند. با هیچ کس نمی توانند همکاری کنند. فقط ویران می کنند و در نتیجه به کار رفراندومی ها می آیند. آیا تغییری صورت می گیرد؟ به سختی بتوان در این وضعیت پاسخی داد. فرصت کوتاه و امکان ها محدود است. تغییر همچنان نیندیشیده است. سازمان، برنامه و پاسخی وجود ندارد. حتی نمی دانند که چه کسانی برای چه و برای چه کسانی انقلاب می کنند. چه کسانی سود می برند؟ چه کسانی زیان می بینند؟ اگر تغییری در کار باشد، احتمالاً تغییری توده‌ای با حمایت یا مداخله جهانی و شاید در زمان نافرمانی‌های درون ساختار باشد. مردم برنامه را به مثابه سازمان می‌بینند. مسئله شناسی و پاسخ‌های پرجزئیات هم به مثابه برنامه دیده می‌شود. همین باید به پرسش‌های کلیدی و امر تحمل ناپذیر پرداخت. برگرفته از رشته توییتی به قلم مجید توکلی. فراتوییت.